میشه. بالا گرفتن جنگ گرگ ها میان باند خامنه‌ای و رفسنجانی بر سر کابینه آخوند روحانی. یک رسانه باند مغلوب. روحانی به شدت تحت فشار است تا از مردان خود به نفع سربازان دیگر بگذرد. خط و نشان ها و سهم خواهی ها بیش از آنی شده که پیش از این می نمود. یک رسانه حکومتی در مورد گوشه ای از جنگ گرگ ها بر سر تشکیل کابینه آخوند روحانی نوشت: این روزها پشت پرده های ناخوشی در حال عیان شدن است و به تدریج از تنگ نظری و طلبکاری گروه های بازنده و احوال بد سیاست ایرانی رونمایی می شود. گفته می شود خط و نشان ها و سهم خواهی ها بیش از آنی شده که پیش از این می نمود. می گویند رئیس جمهور جدید علی‌رغم میل بر روی نام برخی از گزینه های اصلی خود خط قرمز کشیده است، تا شاید کابینه در همین گام اول از فیلتر مجلس به سلامت عبور کند. روزنامه حکومتی ابتکار در مورد جنگ بر سر وزارت کشور خاطر نشان کرد: طرف مقابل باند خامنه‌ای پیروزمندانه خبر داده که نزدیکترین فرد به رئیس مجلس گزینه نهایی رئیس جمهور برای تصدی وزارت کشور خواهد بود که خارج از حلقه یاران و همراهان روحانی است. ظاهراً سهم خواهی از کابینه محدود به مورد خاص وزارت کشور نیست و روحانی به شدت تحت فشار است تا از تعدادی از مردان خود به نفع سربازان دیگر بگذرد. انگار عده‌ای با خود عهد کردند که این بار هم نه در میانه راه که گربه را دم حجله بکشند. انگار برانند که پیش از ورود روحانی به پاستور به وی حالی کنند که اینجا کجاست و ما که هستیم. امید که در این روزهای سخت رئیس جمهور جدید زیر این دسته از فشارها کم نیاورد و در صیانت از خواسته های مردم و کوشش برای تحقق آنها وا ندهد. برملا شدن چپاول حکومتی در جنگ گرگ‌ها. رفسنجانی: سال اول دولتم با 8 میلیارد دلار درآمد آغاز شد، اما در 8 سال اخیر با حدود 800 میلیارد دلار درآمد فرصت حفظ و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی از دست رفت. اکبر ترکان نماینده آخوند روحانی: احمدی نژاد هدیه‌شان را محبت کردند و 800 میلیارد دلار را خرج فرمودند. رفسنجانی بار دیگر با زیر ضرب گرفتن سیاست های خامنه ای گفت: حرکت آرام مردم برای حاکمیت تعقل آغاز شده است. آگاهی و امیدی که برای اصلاح امور پیدا شده سرمایه بزرگی برای رسیدن به اهداف آینده و رفع موانع و مشکلات است. رفسنجانی در حالی که به چپاول و تاراج دارایی های مردم در نظام آخوندی اعتراف می کرد، مجدداً وضعیت در دوران حکومت خودش را به رخ خامنه‌ای کشید و گفت: سال اول دولتم با 8 میلیارد دلار درآمد ارزی آغاز شد، اما در 8 سال اخیر با حدود 800 میلیارد دلار درآمد فرصت حفظ و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی از دست رفت. در همین حال اکبر ترکان نماینده آخوند روحانی برای تحویل گرفتن دولت از احمدی نژاد زیرا به آمار و ارقام اعلام شده توسط احمدی نژاد را به کلی زد و گفت: احمدی نژاد هدیه‌شان را قبلا محبت کردند، ایشان 800 میلیارد دلار را خرج فرمودند. هدیه‌شان به دولت 11 در واقع 800 میلیارد دلاری است که خرج کرده اند. احمدی نژاد اخیرا گفته بود میراث او برای روحانی 100 میلیارد ذخیره ارزی است. ترکان در بخش دیگری از حرفهای خود به فساد گسترده در حاکمیت آخوندی اعتراف کرد و گفت: آنچه کارگروه ها بررسی کردند با گزارش های احمدی نژاد اصلا همخوانی ندارد.
مثلا وزیر راه دولت احمدی نژاد فرمودند 63500 کیلومتر راه ساختند. در بررسی ها معلوم شد که 46500 کیلومتر از آن روکش های راه های روستایی است، در حالی که مقدار واقعی 16000 کیلومتر است. روکش راه که جزء راهسازی نیست.